خانم رجوی گرامی و یاران و همرزمان عزیز. یک نکته مقدمتاً داشتم که این روزا 78 سال از مرگ رضا شاه، اگر اشتباه نکنم 14 از مرگ پسرش محمد رضا شاه میگذره و جسد هر دوشون خاک شده. رژیمشون هم در 22 بهمن 57 خاک شد. به نظر این حقیر هیاهوهای کاذب محافل استعماری چندان جدی نیست و حباب روی آب. اما بعد بسیار خوشبختم که مبارزه همه مادران و پدران و خانواده‌های بازمانده از کشتار زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز در سال 67 در سیاه‌چال‌های خمینی پلید به بار نشست و حمید نوری به عنوان مهره‌ای از ماشین کشتار و سرکوب نظام ولایی در میهن اسیرمان در دادگاه استکهلم به حبس ابد محکوم گردید. این حکم حمایت بسیاری از ارگان‌های مدافع حقوق بشر در ملل متحد و سازمان‌های مستقل حقوق بشری را به دنبال داشت، از جمله کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و گزارشگر ویژه در امور ایران و سازمان عفو بین‌الملل. حکم دادگاه سوئد باید زنگ بیداری برای جامعه جهانی برای مقابله با بحران جاری مسئولیت از مجازات در ایران باشد. شورای حقوق بشر ملل متحد باید فوراً یک مکانیزم بین المللی برای انجام تحقیقات و تضمین پاسخگویی در مورد جدیترین جنایات ارتکاب یافته در ایران، از جمله هزاران مورد ناپدیدسازی قهری که با گذشت بیش از 30 سال پس از کشتار 67 همچنان ادامه یافته و مسکوت باقی مانده است، تأسیس نماید. دوستان، خواهران و برادران، نمیتوان از دفاع از حقوق اساسی و انسانی هممیهنانمان صحبت کرد و از شهید بزرگ حقوق بشر دکتر کاظم رجوی که جان خود را فدیه راه آزادی و حقوق بشر نمود یادی ننمود. یقیناً امروز بخشی از تلاش‌های او به همراه همه پدران و مادران داغدار به ثمر نشسته است. روانش شاد و یادش گرامی. مواضع مجامع جهانی حقوق بشری در این باره بیان این حقیقت سترگ است که امروز به یمن پایداری بیوقفه مقاومت ایران پس از گذشت بیش از 3 دهه بالاخره موفق شده اند که همه آنها را به چنین نقض فاحش و سیستماتیکی متقاعد نمایند و امروز همانها خواهان پیگیری جنایتکاران حاکم بر ایران هستند، همچون خامنه‌ای و رئیسی در دادگاه‌های کشورهای دموکراتیک. یقیناً این یک پیروزی بزرگ برای مقاومت ایران و هممیهنان مظلوم ماست که توانستند فاکت به فاکت و مورد به مورد نقض حقوق بشر در این 4 دهه را علی‌رغم انکار جنایتکاران حاکم بر میهنمان با عزمی جزم و صبر و بردباری به مثابه کندن کوه با سوزن به ثبت برسانند و آنان را در مسیر محاکمه و پیگیری قضایی سردمداران جنایتکار جمهوری اسلامی هم نظر کنند. این پیروزی را به همه شما و همه هممیهنان ستم دیده امان تبریک میگویم. یک نظر اجمالی به گزارش های ارگان های حقوق بشری ملل متحد و سازمان های مستقل و رسمی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در سال گذشته تا کنون نشان از اجماع در نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر توسط مقام های جمهوری اسلامی دارد. طی سال گذشته آزادی بیان و حق ایجاد تشکل ها و تجمعات نقض گردید. نیروهای امنیتی با استفاده غیرقانونی از قوای قهریه اعتراضات را سرکوب نمودند.
مقامات با بازداشت بی‌ضابطه صدها معترض مخالف و دگراندیش و نیز مدافعان حقوق بشر ادامه دادند و بسیاری را به حبس و شلاق محکوم کردند. زنان و همچنین اقلیت‌های قومی و مذهبی با تبعیض نهادینه شده و نیز خشونت روبرو بودند. ناپدیدسازی‌های قهری، شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه غیر انسانی به صورت گسترده و سازمان یافته و همراه با مسئولیت مرتکبان از مجازات اعمال شد. مجازات‌های بدنی معادل شکنجه از جمله شلاق و قطع عضو اعمال گردید. حقوق دادرسی منصفانه به طور سازمان یافته نقض شد. از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای سرکوب سیاسی استفاده شد. برخی اعدام‌ها در ملأ عام و برخی دیگر مخفیانه صورت گرفتند. اعدام شدگان شامل افرادی می‌شدند که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتند. مقامات با پنهان کردن سیستماتیک سرنوشت و محل دفن بقایای چندین هزار مجاهد و دگراندیش سیاسی که در سال 67 مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفته و به طور فراغذایی و مخفیانه اعدام شدند، به ارتکاب جنایت علیه بشریت ادامه دادند. روند تخریب گورهای جمعی ادامه یافته است. هیچ مقام رسمی مورد بازپرسی در قبال جرائم قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری یا سایر موارد نقض حقوق بشری قرار نگرفت و پاسخگو نگاه داشته نشد. آنچه میماند این است که مبارزه با نقض حقوق بشر توسط ملایان حاکم بر میهنمان در مجامع بین المللی و دستگاه‌های قضایی کشورهای دموکراتیک وظیفه ملی و مردمی و در راستای مبارزه برای سرنگونی تمامیت نظام منحوس ولایی است که باید با تمام توان به آن مبادرت کنیم. پیروز و سربلند باشیم.